در این مورد بیشتر گفتگو گفت: با آقای سخی احمد پیمان معاون نخست فدراسیون اتاقهای افغانستان سلام بر شما خوش آمدید آقای پیمان تشکر سلام به شما و بیننده‌ی تلویزیون طلوع ممنون آقای پیمان در حال ما میریم بر ایجاد فدراسون اتاقهای افغانستان که ما شش اتاق جداگانه در بخش‌های مختلف داریم آیا کارها این بار انسجام پیدا خواهد کرد تشکر بعد از ایجاد اتاق ها اتاق های متعدد چون سکتور های مختلف بود اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق صنایع و مادن افغانستان اتاق پیشوران اتاق زراعت و مالداری اتاق خانم‌ها، ها تصمیم به این شد که باید از پراکندگی با یک فکر واید تحت یک چتر که باید فدراسیون های افغانستان ایجاد شود که خوشبختانه این اتاقا ایجاد شد و هفته قبل انتخابات شد چون از تمام نماینده های سکتور خصوصی از تمام اتاقا به اساس قانون اتاقای افغانستان و فدراسیون افغانستان انتخابات صورت گرفت و رئیس موانین انتخاب شد که ای ما جا داره به سکتور خصوصی افغانستان تبریک بگن برای اولین بار هست که فدراسیون افغانستان در افغانستان بنیانگذاری شد ما مطمئن هستم که فدراسیون افغانستان فدراسیون اتاق افغانستان با یک فکر واید با اما انگی بین اتاقا انشاءالله میتونه که تمام ترها و پالیسی ها را به دولت افغانستان به صفت یک شریک استراتژیک به دولت افغانستان ارائه بکنه و با یک فکر واید عمل بکنه چون قبلا اتاقا متعدد بود اتاقات در حال حاضر فعالیتهای خود داره ولی ما در سطح ملی و بین المللی در یک خلاه فکر واحد وجود داشت که من مطمئن هستم که انشاءالله با ایجاد فدراسیون افغانستان تمام سکتوری سکتور افغانستان سکتور خصوصی افغانستان مسائل اقتصادی را به سطح ملی و بین المللی ان شاء ای مدیریت خواهد کرد و اجرا خواهد کرد درست. بله آقای بهمان زمانی که ما رفتیم بر ایجاد اتاق‌های متعدد در بخش‌های مختلف شما نمایشان ها یادآوری هم کردین ما شش اتاق در حال حاضر داریم یک دو دستگی یک چند گونگی اگر این تر در بخش خصوصی افغانستان به میان آمد آیا این فدراسیون در حال حاضر قادر خواهد بود که همه این را یک بار دیگر بتانه منسجم بسازه و کار اساسی به بخش خصوصی سرعت بگیرد دقیقا چون پراکندگی اتاق ها ما تحت یک چتر روایت وجود نداشت بله. اگر برنامه های اقتصادی که از طرف اتاق سرمایه گذاری یا تجارت ارائه می شد برنامه هایی که از طرف اتاق صنایع و مادن ارائه می شود و برنامه که از اتاق متعدد دیگه ارائه می به همین ملحوظات بود که پراکندگی و فکر واید وجود, وجود, نداشت به خاطر نیاز اقتصادی افغانستان نیاز بود که سکتور خصوصی افغانستان تمام اتاق یک جا کار بکنه با یک فکر واید کار بکنه برای پالیسی های اقتصادی افغانستان برنامه و تر داشته باشه تا که اختلاف سلیقی نظرات مختلف به وجود نبیه ما بتانیم که با یک صدا با یک آواز ترهای اقتصادی ملی افغانستان را به دولت نوادهای بین المللی نوادهای اقتصادی اینها رو پیشکش بکنیم و این ما فکر میکنم که دیگه به بلندترین مرجع تصمیم گیری با یک فکر واعد با یک اتحاد اتفاق و بین تمام اتاق چون از تمام اتاق در فدراسیون افغانستان به اساس انتخابات اینا اونجا حضور داره اینا میتونه که به خاطر نجات وضعیت اقتصادی افغانستان البته اینجا امکاری دولت الزامی هست که درست. ما را دولت به صفت یک شریک استراتژیک خود ما را امایت بکنه فدراسیون اتاقی افغانستان را تا بتانیم او ترها و برنامه های اقتصادی که توسط دولت ممکن است که زیاد زمان بر باشه ما اولویت های اقتصادی افغانستان شناسایی بکنیم در بخش زراعت افغانستان در بخش مادن افغانستان در بخش تجارت افغانستان در بخش پیشاوران و دیگه سکتورهایی که هست اولویت های اقتصادی در افغانستان شناسایی بکنیم تا با یک پالیسی و یک نقشه را با امانگی بین دولت بین سکتور خصوصی ایر پیشکش بکنیم و ای... به اگر در مورد اعضای این فدراسیون بر ما که چه کسان هستند در کل چند عضو داره در قانون فدراسیون افغانستان پنج اتاق عضویت داره هر اتاق پنج نفر چهار نفر تا سه نفر که اینا جمله 21 نفر میشه و سه نفر هم عضو انتصابی هست که به اساس قانون فدراسیون افغانستان که باید سه سرمایدار بزرگ در این فدراسیون انتصاب شده از طرف رئیس جمهور. درست در حال حاضر ما میخوایم بپرسم که خب سهم داشت در اتاق بشایالی اقتصادی در حال حاضر فدراسیون به نمایندگی از این اتاق حضور خواهد پیدا کرد در اونجا تا پیشنهادات مشخص در رابطه با بخش خصوصی و کارهایی که لاقل نیاز است در این بخش باید صورت بگیره و ارائه شود دقیقا در برنامه های بعدی فدراسیون افغانستان به این خاطر ایجاد شد که بتوانیم حداقل نظریات که قبلا در شورای اقتصادی یک اتاق داشت ممکن بود که تضاد منافی ایجاد میشد نظر اتاق دیگه چیز دیگه ای بود ای به خاطر امی اما انگی ام نظری فکر واحد که بتونیم ادغال برنامه های اقتصادی و پالیسی های اقتصادی را بتونیم با دولت افغانستان با نهادهای ملی و بین المللی شریک بسازیم من فکر میکنم که بزرگترین و مرجع تصمیم گیری در آینده فدراسیون افغانستان هست البته تمام اتاقهای صنایع و مادن افغانستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری پیشوران زراعت و مالداری اینها هم کارهای بسیار زیادی داره که اینا باز با با فدراسیون ان با مسئله که ایجاد شد فکر کنم شاید صدمه که رسانده و بخش خصوصی در کتا جبران پذیر نخواهد بود خب مشکلات پیش آمد ما فکر می کنم که انشالله فدراسیون افغانستان به خاطر اتحاد اتفاق سکتور خصوصی تروایت نقطه پایان به گذاشته شده درست آقای بمان در اولویت کاری فدراسیون چی چیز وجود داره؟ در کدام بخش ها شما میخواین کار آغاز بکنین که لاقل با مشکل بخش رسیدگی سرعت بگیره دقیقاً ما در قدم نخست فدراسیون افغانستان اولویت های اقتصادی افغانستان را شناسایی میکنه چالش ها را شناسایی میکنه و اینا را در یک تر اقتصادی با بین تمام اتاقا با اماینگی که منافع تمام سکتور خصوصی دو تامین شود و منافع اقتصادی افغانستان تامین شود این ما به دولت ایر پیشکش میکنیم با یک برنامه و پالیسی جدید متاسفانه دری اواخر این چند سال چراهای وجود داره چرا انوز زیربناهای ما مشکل داره چرا انوز مادن افغانستان استخراج نشده چرا برق که اینجا از چیزی در خانه در کشور امسایه هست چرا فساد زیاد شده چرا زیربناهای افغانستان انوز به شکل اساسی درست نشده علت از این بود که اگر هایی که یک اتاق مطرح میکرد یا حداقل در زمان سکتور خصوصی مطرح میکرد باز پراکندگی هایی که بین خود وزارت ها وجود داشت متاسفانه این باعث ازی شد که تمام برنامه های اقتصادی که نجادنده بخش اقتصاد افغانستان سکتور خصوصی افغانستان هست اینها باعث پراکندگی شد نتونست دولت امو برنامه های خود تطبیق بکنه یک درست. فاصله بین سکتور خصوصی و دولت ایجاد شده بود ما انشالله با این امنظری و انفکری با برنامه هایی که در افغانستان قابلیت اجرایی داشته باشد بسیار پالیسی ها بود بسیار درست. برنامه ها بود که حداقل تطبیق نشد اونا ممکن است که بسیار پالیسی ها از وزارت اقتصاد طراحی شد بسیار پالیسی های که از دیگه وزارت ها طراحی شد ولی جنبه تطبیقی نداشت ما میخواهیم که پالیسی ها و برنامه ها رو روی دست بگیریم که در شرایط افغانستان در شرایط سیاسی اقتصادی افغانستان مشکلاتی که وجود داره اینها اولویت های اقتصادی ما شناسایی شود چالش ها شناسایی شود ما بتانیم که تره داشته باشیم که حداقل تا سه سال آینده بتانیم که ای تدبیق شود و عملی شود و وضعیت ما از از این آلت که در حال حاضر بیشتر از 60 درصد مردم افغانستان زیر فقر قرار داره فقر اقتصادی که حداقل با امایت سکتور خصوصی این وضعیت تغییر بکنه و ما بریم به طرف یک رونق اقتصادی بهتر و راههای بسیار خوب وجود داره ما در افغانستان در استخراج مادن برنامه های بزرگ که در پالیسی های فدراسیون خواهد بود من مطمئن هستم دولت افغانستان بصف فدراسیون به صفت یک شریک استراتژیکی دولت افغانستان هست ما میتونیم که تغییر کلی دیگر به با میان خواهد باید آمدن. تغییر بگرد دولت امایت بکنه ترهای واضی و عملی روی دست انشاءالله خواهیم داشت تا پیشکش بکنیم وضعیت اقتصادی افغانستان از یه حالت تغییر بکنه برست. یگانه سکتوری که میتونه وضعیت اقتصادی افغانستان رو بهتر بکنه در تامین سل کمک بکنه اما بس سکتور خصوصی افغانستان است بله و اما با این برنامه هایی را که شما دارین که میخواین تغییر دیگر به میان بیایه و سکتور خصوصی نقش اساسی را در روند توسعه افغانستان در بخش اقتصاد افغانستان داشته باشه اما آیا حکومت همکاری لازم را در این بخش با شما خواهد داشت اطمینان دارین برای این اما مطمئن هستم به خاطر از اینکه دیگه سکتور خصوصی با فکر واید قدرتمند نسبت به گذشته اتحاد خود به نمایش گذاشت و اما مطمئن هستم که دولت از برنامه ها و ترهای اقتصادی ما امایت خواهد کرد و نیاز هست واقعا نیاز است که یک طرف سکتور خصوصی هست طرف دیگه امکانات و ظرفیت هایی که در کشور هست بله. و طرف دیگه ما میتونیم که از همین فرصت ها استفاده شوه تشکر. تا ما بتونیم که سرمایه گذاری های بین در افغانستان بیشتر جذب بکنیم بلی. بتانیم بتونیم در زیربناهای های افغانستان کار بکنیم اینشالا که وضعیت تغییر بکنم تشکر سپاس از اینکه حضور یافتین ممنون تشکر شما